این هفته نگاهی ویژه به فناوری برای افراد توانیاب، بازوهای قهرمان، اینترنت سخنگو و این دوناتا رو کی اینجا گذاشته؟ یکی از موضوعات خیلی مهمی که کلیک مرتب بهش میپردازه فناوریایی که برای کمک به افراد توانیاب ساخته میشن. هزینه نمونه‌های آزمایشی و اختراعات کاهش پیدا کرده و افراد توانیاب بیشتری هم درگیر طراحی این نمونه‌ها شدن. به همین علت ما پروژه‌های بی‌نظیری رو در سال‌های اخیر دیدیم. اخیراً طبق تقویم سازمان ملل روز بین‌المللی افراد توانیاب بود، به همین خاطر ما این برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع. در آغاز می‌ریم به سراغ گزارشی از کت هاکینز که خودش هم درگیر نقض عضوه و رفته به سراغ شرکتی که برای کودکان اندام‌های مصنوعی ارزان فراهم می‌کنه. اول شما. این اتاق منه. دوست داشتنیه. با رمی 12 ساله هستم تا با هم نگاهی به اتاق خوابش بندازیم. کلاه افتخارم چون هر سال میریم رژه همجنسگراها، اونم یه دسته که از اون بالا زده بیرون. برای دستم خیلی کلاه میسازم. خیلی عالیه که اینها رو میسازی. رمی وقتی توی رحم مادرش بود به خاطر سندروم باند آمنیوتیک با بازوی کوتاه به دنیا آمد. به زور میگفتن؟ وقتی 3 سالم بود خیلی بهم زور میگفتن و اینطوری ادای من رو در می آوردن که تجربه وحشتناکی بود. تجربه رمی از زورگویی در حدی بود که خودش رو منزوی و غیرعادی حس کنه. پس از سالها کلنجار با چنین وضعیتی، ارائه یک فناوری جدید به بازار تأثیر چشمگیری در اعتماد به نفسش گذاشته. آماده ای؟ بله آمادم. این بازوی منه. مطمئن نیستم ولی امیدوارم شارژ شده باشه. استارتاپی در بریستول بریتانیا به نام اوپن بایونیکس بازوی مصنوعی ریمی رو طراحی کرده. این پروتز ها بایونیکه، یعنی برای ساختنش از دست طبیعی الهام گرفته شده و مایو الکتریکه، به این معنی که عضلات به کمک اندام باقی مانده موتور رو هدایت میکنن. فقط 4 ساله که طراحی شده اما تا اینجای کار واقعا تاثیرگذار بوده. خب این اتاق چاپ سه‌بعدی خدای من. این محصول رو در ماه مه امسال عرضه کردیم و تا اینجا بازخورد بی‌نظیری داشتیم. مشتریان جوانی داشتیم که میگفتن رفتن به مدرسه با دستگاه‌ها براشون قبلا خجالت آور بود و از پوشیدن شرم داشتن. اونا میگفتن دوست ندارن با اندام مصنوعی به مدرسه برن چون مسخره‌شون می‌کنن. در حالی که با هیرو آرم انگار یک گجت یا ابزارک داری، باهاش ور میرن و بازی میکنن و تازه میتونن روکشش رو هم عوض کنن. هیرو آرم نه تنها به بچه‌ها امکان میده تا اندام مصنوعی رو به میل خودشون طراحی کنن، بلکه مالتی گریپ یا چنگیری هم هست و امکان حرکات مختلف دست رو فراهم میکنه. گیره رو میتونید با این دکمه عوض کنید که این بهتون نشون میده به حالت جدیدی وارد شده. این حالت نیشگون یا گرفتن دو انگشتیه. غیر از مدارها بقیه بازو چاپ سه‌بعدی میشه، یعنی اولین بازوییه که به شکل سه‌بعدی تولید میشه که از نظر پزشکی تایید شده و در اختیار کودکان قرار میگیره. قیمتش نصف باقی بازوهای مصنوعیه، حدود 6400 دلار. هنوز وارد سیستم بهداشت ملی بریتانیا یا NHS نشده، اما در حال حاضر بخشی از یک درمانگاه ابتداییه که در تلاشن تغییرش بدن. یکی از بزرگترین انگیزه های اوپن بایونیکس اینه که پروتز هایی بسازن که باحال به نظر برسه و کودکان رو شبیه ابرقهرمان ها کنه. برگردیم به ریمی که داشت در مورد تغییری میگفت که بازوی جدیدش باعثش بوده. کار خودته؟ آره. بازو چطور اونطوری که تو میخوای کار میکنه و باهات منطبق میشه؟ همه چیز رو تغییر میده. جدی؟ بله. به هم بگو چطور همه چیز رو تغییر میده. چون خیلی کارا میتونی بکنی. میشه مکعب روبیک رو باهاش حل کرد، به کمکش میشه نوشید، واقعا زندگی رو عوض میکنه. و این بخش حیرت آورشه، اینطور نیست؟ آره. یعنی میتونی حسش کنی که داری طوری زندگی میکنی که دوست داری. همینطوره. بدون هیچ ترسی یا قضاوتی؟ بله. شبیه به اینه که هر کاری که میخوای رو دقیقا در کنترل داری. آره.
دقیقا همینطوره. به خصوص موقعی که مدرسه میری این باعث میشه بقیه دست از زورگویی بردارن. مطمئنی که در این زمینه واقعا تأثیری داشته؟ دقیقا همینطوره. و البته نمیخوای همچین چیزی بیاد تو صورتت. آره. کت بود با ریمی. شرکت‌های زیادی مشغول کار روی اندام‌های مصنوعی برای کودکان هستند و ما سراغ لیمبتلس، یکی دیگه از سازندگان اندام‌های مصنوعی برای کودکان در فلوریدا آمدیم. اینا به کمک چاپ سه‌بعدی هم اندام‌های مصنوعی ارزون تولید می‌کنن و هم به کودکان یاد میدن چطور از اونا استفاده کنن و باهاشون راحت باشن. برای اینکه کودکان به بازی جدیدی که برایشون داده میشه علاقه‌مند بشن، بازی طراحی کردیم که کمک میکنه از عضلاتشان استفاده کنن و روی انعطاف پذیری عضلاتشان کار کنن. فناوری در این حوزه چیزهای زیادی برای گفتن داره. صرف نظر از این که این کار رو یک استارتاپ کوچیک انجام بده، یک شرکت چند ملیتی، پل کارتر رفته سراغ شرکت‌ها و غول‌های فناوری تا ببینه اونا دارن در این حوزه چه کارهایی انجام میدن. سیلیکون ولی در کالیفرنیا مرکز غول‌های فناوریه که اغلبشون زندگی روزمره‌مون رو به طور چشمگیری تغییر میدن. اینجا اومدم تا با شرکت‌های اپل، فیسبوک، گوگل و موزیلا صحبت کنم یا حداقل تلاش کنم تا ببینم ما در کجای دنیای فناوری برای توانیابان هستیم. ولی پیش از هر چیز خوبه که بدونیم معنی اکسسیبیلیتی یا دسترسی پذیری چیه. این کار رو با پرسش از افرادی که دیدم شروع کردم. دسترسی پذیری یعنی در اختیار گذاشتن اطلاعات و فناوری‌های دنیا به همه اقشار صرف نظر از توانایی‌های فیزیکی یا ادراکیشون. یعنی ساخت چیزایی که به افراد توانیاب کمک کنه. پس شامل دستکاری محصولات یا نرم افزارهای فعلی به شکلیه که به این افراد کمک کنه، یا میتونه به معنی ساخت یه چیز کاملا جدید باشه. دسترسی پذیری به نظر ما یکی از اصول بنیادی حقوق بشره. ما عاشق چیزهایی هستیم که میسازیم و عاشق اینیم که هر کسی بخواد و بتونه از محصولاتمون استفاده کنه. پیش از همه گوگل که در سالهای اخیر به خاطر معرفی دسترسی پذیری به محصولات اصلی مثل نقشه گوگل تحسین زیادی رو برانگیخت و الان خدمات مسیریابی ویژه کاربران روی صندلی چرخدار ارائه میده. اونها امیدوارن که خدمات جدید بتونن امکانات مشابهی رو در اختیار افراد با اختلالات دیداری قرار بدن. لوکاوت یه نمونه از فناوری‌هایی که ما در حال حاضر روش کار می‌کنیم. لوکاوت اپیه که برای نابینایان یا کاربرانی که دچار اختلالات دیداری‌اند، یه راهنمای صوتی دائمی فراهم می‌کنه. این مسئله به اونها کمک می‌کنه که از اشیا و نوشته‌هایی که در محیط اطرافشون هست، درکی پیدا کنن. ولی هدفشون چیه؟ برآورد سازمان بهداشت جهانی نشون میده که در جهان بیش از 1 میلیارد فرد توانیاب داریم. یعنی 1 میلیارد کاربر که بازار بزرگیه و اینکه اونا انسانن. اپل حالا با بیش از 1 میلیون دستگاهی که iOS روشون نصب میشه گفت یکی از بزرگترین فروشنده‌های فناوری دسترسی در جهانه. من تونستم دسترسی کم سابقه ای به مرکز اپل در کاپرتینو بگیرم تا ببینم که توانیابان چه نقشه‌ای در مراحل طراحی این فناوری دارن و رهبری برنامه‌ها در دست کیه. ما با اتکا به شعاری که در بین افراد توانیاب رایجه که میگه یا با ما یا هیچ، در مراحل ساخت فناوری کارکنانی از این دسته داریم. کسایی که زندگی روزمره‌شون وابسته به این فناوری هاست و به همون کمک میکنن تا در ساخت چیزهایی که میسازیم تصمیم بگیریم. علاوه بر این چشمی به خود اجتماعشون داریم. بازخوردهای زیادی از طیف گسترده‌ای از افراد توانیاب در حوزه‌های مختلف می‌گیریم که افکارشون رو با همون همرسانی می‌کنند. نباید فکر کنیم که توانیاب‌ها فقط مصرف کننده فناوری هستند. در بینشون متخصص و پژوهشگر و مهندس و برنامه‌نویس زیاد پیدا میشه که همیشه در حال توسعه و تولید هستند. اما بعضی از اونا به مدارج بالای مدیریتی هم رسیدن که پل کارتر در ادامه گشت و گذارش رفته سراغ برخی از اونا. به نظرم اشتباه نباشه اگه بگیم فیسبوک همیشه جنجالی بوده، اما در حوزه دسترسی پذیری انگیزشون برای بهتر کردن اوضاع زیاد بوده.
من با مت کینگ صحبتی داشتم که یکی از کارشناسان دسترسی پذیری فیسبوکه و یکی از اولین مهندسان نابیناست. ما درباره چالش‌هایی حرف زدیم که مهندسی دسترسی پذیری در گستره وسیع تولیدات باهاش روبروست. There are all the things that people are sharing on Facebook. مردم چیزهای زیادی در فیسبوک همرسانی میکنن و همونطور که همه میدونیم چیزی که بین همه مشترکه همرسانی عکس و تصویره و اگر کسی تعداد زیادی عکس روی فیسبوک بذاره و وقت نکنه یا متوجه نباشه که باید زیر هر عکسی توضیح بنویسه ما با مشکل مواجه میشیم. من میتونم درک کنم که اونجا بحثی در حال شکل گیریه اما هیچ تصوری درباره محتوای این بحث ندارم. برای مواجهه با این مشکل فیسبوک گزینه‌ای به نام AAT یا متن جایگزین خودکار توسعه داده که میتونه به کاربران بگه چی توی عکس. Outdoor, cloud, foliage, flat, tree. متن خودکار فناوری ماشین بینایی رو به کار میگیره تا محتوای عکس رو درک کنه و بعد به کاربر توصیف و تصوری از اون میده. میتونم عکس رو تو ذهنم مجسم کنم. نباید اینقدر نزدیک گرفته میشد. حالا میتونم نظر بدم. ولی همونطور که فناوری تغییر و پیشرفت میکنه، آیا دسترسی پذیری هم مشکلات پیچیده تری پیدا میکنه؟ You can have something that works really well for you one. ببینین شاید یک روزی چیزی دارین که برای شما خیلی خوب کار میکنه اما بعد کاملا از دسترس خارج میشه چون فناوری به سرعت در حال تغییره. به این صورت شما تلاش میکنین با سرعت تغییر فناوری همراه باشین و اینجاست که در حوزه دسترسی پذیری با چالش روبرو میشین. چالشی که هیچ وقت از بین نمیره. هرچند شاید به دور از هیاهوی غول‌های سیلیکون ولی در همسایگیشون موزیلای غیر انتفاعی که سازنده مرورگر فایرفاکس بر آخرین مرزهای پژوهشی دسترسی پذیری گام برمی‌داره. یکی از حوزه‌هایی که اونها دارن توش کشف و صعود می‌کنن فناوری تشخیص گفتاره. اونها محصولی به نام فایرفاکس لسن رو درست کردن که به جای شیوه‌های معمول وبگردی از گفتار استفاده می‌کنه. فایرفاکس لسن Firefox Listen در واقع دنبال پایه است. منظورم اینه که مثل هر پژوهش دیگه‌ای شما دنبال پاسخ یک سوالید و اون سوال اینه که چطوری وب رو به گفتار بیارم یا چطور گفتار رو به جهان وب بیارم یا به عبارت ساده‌تر چطور میشه اینترنت رو شنید. ساخت فناوری‌های جدید چالش‌های جدیدی رو در حوزه دسترسی پذیری به وجود میاره و مهم اینه که تولید کنندگان و صاحبان این فناوری به اندازه کافی سریع باشند بتونن این چالش‌ها رو پیش‌بینی کنن و براشون راه حل پیدا کنند. بازم گزارشی داریم از پول کارتر. دنیای فناوری در حوزه دسترسی در حال گسترشه و شکی نیست که در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در این مورد برداشته شده. اما گام بعدی چیه و شاید مهمتر این که چطور میشه مطمئن شد که افراد توانیاب در این مسیر همراه هستن. هم در حوزه هایی که ما داریم کار میکنیم و هم در مورد چیزهایی که اصلا شروع نکردیم راه های زیادی برای نوآوری وجود داره. پیشرفتی که حالا در بخش هوش مصنوعی میبینیم واقعا حیرت آوره. همینطور توانایی دستگاه ها برای درک جهان هر روز بهتر میشه. این اتفاقات میافتند. انسان‌هایی خواهیم داشت که از عینک‌های واقعیت افزوده و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و مردمانی خواهند بود که با دستگاه‌ها و گوش‌هاشون گپ می‌زنند و افرادی خواهند بود که با دستگاه‌های مرتبط دور و برشون کار می‌کنند و ما می‌خوایم مطمئن بشیم که یکی هست که روی عامل کاربری تمرکز کنه و در روشی که در پیش داریم بهش اولویت بده. I've never been more optimistic about the field of accessibility. هیچ وقت به اندازه حالا در حوزه دسترسی پذیری خوشبین نبودم. اون هم فقط به خاطر داغ شدن این جریان که قبلا دربارش حرف زدیم. حالا توجه بیشتری به این ارزش ها میشه. حساسیت بیشتری برای تاثیرگذاری مثبت در جامعه به خرج میدن. شرکت های بیشتری هستن که دوست دارن روی چنین حوزه هایی سرمایه گذاری کنن. our vision of a society that's fully inclusive. در هفته ای که گذشت بلیپر ورشکست شد. ایلان ماسک از تونلی به طول 1.8 کیلومتر رو نمایی کرد که زیر شهر لس آنجلس ساخته شده و قرار جزئی از یک سامانه کاملا جدید حمل و نقل باشه.
ناسا به کارکنانش هشدار داده که به دنبال یک حمله سایبری ممکنه اطلاعات شخصیشون دزدیده شده باشه. ناسا گفته هر چند اطلاعات ماموریت‌های این اداره به خطر نیفتاده، اما هکرها اطلاعات شخصی کارکنان فعلی و اسبق این سازمان رو به دست آوردن. به دنبال دیده شدن دو پهپاد در اطراف فرودگاه گتویک لندن، برنامه پرواز ده ها هزار مسافر در یکی از پررفت آمدترین فرودگاه بریتانیا مختل شد. بر اساس قوانین بریتانیا، پرواز پهپادها در یک کیلومتری فرودگاه ها و باند اونها ممنوعه. پلیس بریتانیا اعلام کرد که میخواد سامانه تشخیص چهره رو در ناحیه وستمینستر لندن آزمایش کنه. پلیس گفته برای دادن اطمینان خاطر به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد. به نظرتون با دزدهایی که محموله های پستی رو از پشت در خونه ها کش میرن چه میشه کرد؟ یکی از مهندسان سابق ناسا تله جالبی برای غافلگیر کردن دزدها طراحی کرده. این دستگاه در ابعاد یک بسته پستی طراحی شده و توش 4 تا گوشی هوشمند به کار رفته. به محض اینکه سارق بخواد درشو باز کنه، دستگاه علاوه بر بوی تعفن، کلی پودر اکریلی پخش میکنه و همزمان از جناب دزد تصویربرداری میکنه. و در چین شرکت بایوتک سینوژن موفق شده جوس یک سگ معروف تلویزیونی رو به صورت ژنتیکی شبیه سازی کنه. اسمش رو هم گذاشتن جوس کوچیک. نگاش کنید. من لوسی هم و این اولگا سگ راهنمای منه. من یک خبرنگار آزادم، یک فعال حقوق توانیابان و یک یوتیوبر. و به عنوان یک زن نابینا برای اینکه کاملا مستقل باشم، در کارهای روزمره‌ام از اپلیکیشن موبایل استفاده می‌کنم. امروز قرار اپ‌هایی را آزمایش کنیم که برای افراد نابینا طراحی شدن. ویلکام تولید نیت باکس اولین اپیه که آزمایش می‌کنیم. کار این اپ بررسی مشکلات دسترسی پذیری در حوزه تجارته. رفتن به جایی برای اولین بار میتونه برای من پر از استراب باشه. اما کار این فناوری اینه که به جاهایی که قراره برم پیشا پیش خبر بده تا در جریان قرار بگیرن که در طول سفرم به چه امکاناتی نیاز دارم. برای اینکه این اپ رو آزمایش کنم، امروز سری میزنم به اولین بانک انگلستان و برای همین پروفایلی ساختم و قرار ملاقات گرفتم. الان میرم ببینم که بیکن های اونجا که جیوفنس هم نامیده میشه بهشون خبر میده که دارم میرسم یا نه. صبح خیلی لوسی. صبح بخیر. من ری هستم. خوشحالم که میبینمتون. اینجا یکم میپیچیم. ایمیلی که گرفتم مشخص کرد که چه ساعتی قراره برسی و نیازهای اساسی چیه. در ایمیل اومده که مشکل بینایی داری و یک سگ راهنما خواهی داشت. واقعا از این اپ خوشم میاد و برای همه مشکلات به درد میخوره، اما این یک فناوری جدیده و یک سری گیرهای ابتدایی داره. اپ بعدی بیگ اسپندره و سر و کاری با بانک ها نداره. امروز میخوام سگم اولگا رو ببرم بچرخه، پس میرم سراغ اپ بیگ اسپندر که به هم جای مناسب رو نشون بده. امیدوارم جای سرسبز باشه که بتونه خودش رو مشغول کنه. این صدای دور تندی که میشنوید باید بگم که جزی از اپ نیست، یک صفحه خانه که کمک میکنه از گوشیم استفاده کنم. 109 متر اونورتر. خب ادامه میدیم. معمولا برای اینکه اولگا رو ببرم پارک باید از یکی کمک بگیرم، اما این اپ کمک میکنه مستقل عمل کنم. خیلی گیج کننده است، چون دفعه قبل که استفاده کردم کار کرد، اما حالا به هم میگه 109 متر ازش دورم. 3 ساعت و 20 دقیقه. کجا رو اشتباه کردم؟ نه هنوز همین رو میگه. وای، خب داره به هم میگه که از چمنها 109 متر فاصله دارم. آقا من میتونم حسشون کنم. اپ من اینجا نهی برده، کار اولگا بود. متاسفانه اپ نمیتونه بین یک پارک عمومی و باغچه جلوی خونه مردم فرقی قائل بشه. امیدوارم آخرین اپی که میخوام بررسی کنم بهتر باشه، سلفی ایکس. برای این کار چه جای بهتر از سلفی فکتوری؟ این مشخصا برای افراد توانیاب ساخته نشده، اما امکان هدایت با صدا کمک میکنه عکس دلخواهم رو بگیرم. خب اپ رو باز کردم و الان میخوام گوشیم رو بچرخونم. راست به هم میگه طرف راست. انجام شد. پایین. راست. اولگا اصلا نمیدونه چه خبره. پایین. راست. پایین.
خب امروز یک سری اپ های عالی و چند تا نشندان خوب رو آزمایش کردیم و فکر میکنم دنیای فناوری نابینایان هر روز بهتر میشه و به نظرم بعضی از این اپ ها به یکم دستگاه نیاز دارن و اپ سلفی دقیقا یکی از اونهاست. نه اولگا عزیزم، کاری به دونات ها نداشته باش. رانندگی برای افراد نابینا و کمبینا عملاً غیر ممکنه، اما با توسعه روزافزون ماشین‌های خودران آیا این امکان وجود داره که اونا استقلال و خودمختاری بیشتری داشته باشند؟ ما از قهرمان بازی‌های اینوکتوس گیمز جیمی ولر خواستیم که جاگوار لندروری که اخیراً داره توسعه پیدا می‌کنه رو آزمایش کنه. وقتی بیناییم رو از دست دادم، پدر بزرگ و مادر بزرگم بهم گفتن حالا که نمیتونی ببینی، کاری هم نمیتونی انجام بدی. این کلمات هیچ وقتی از ذهنم بیرون نرفتن. همیشه به چیزا نگاه میکردم و به جای اینکه بگم نمیتونم انجامش بدم، از خودم میپرسیدم چطور میشه این کار رو انجام داد. همش برمیگرده به مثبت اندیشی. موانع سر راه اشخاص با مشکلات فیزیکی رو کنار زدم. به عنوان اولین حسابدار خبره نابینا که چندان جذاب نیست وارد دلویت شدم و در مسابقات اینویکتوس گیمز تورنتو شرکت کردم و تا حالا 4 نشان برنز به دست آوردم. درسته، این یک رنج روور اسپورت استاندارده، اما با حسگرهای مختلف، رادار جلویی و پشتی و این حسگرهای لایدار مجهز شده. این تویی که داری فرمونو میچرخونی؟ نه، خود خودروست. واقعا؟ آره. جالبه، خودش گاز داد؟ بله، همش کار خودروست. برداشت اول من اینه که خیلی چشمگیره. منظورم اینه که حس میکنم سوار یه خودرو قدیمی شدم و جیم داره رانندگی میکنه، اما واضحه که اون رانندگی نمیکنه. به نظرم فناوری داره بهتر میشه، در حال رشده. این آزمایش هم جزء پژوهشه؟ بله، همه اینا پژوهشه. ما داریم داده جمع میکنیم با تک تک روندنهایی که انجام میدیم. حالا خودروها دارن از کنارمون رد میشن. خودرو واکنشی نشون نمیده چون دارن از ما دور میشن. فکر کنم این به خاطر لایداره. دقیقاً. الان یکم ترمز میگیره چون پیچید سمت چپ. اینهاش. همه اینا از یادگیری میاد. ما با بودن در جاده ها انجامش دادیم. من میخوام وقتی به سمت مقصدم را میافتم، خودرو بهم بگه کجای جاده قرار دارم. تقاطع بعدی کدومه؟ چه مغازه‌ای سر راهمه؟ و زمان احتمالی رسیدنم به مقصد چقدره؟ برای درک اینکه چه اتفاقی داره میفته، اینا چیزایی هست که فکر میکنم خیلی مهمه که بدونم. اینکه بتونم به طور مستقل این ور اون ور برم، سوار خودرو بشم و بچه‌هامو ببرم مدرسه و دوباره بیارمشون، یا بدون نیاز به حمل و نقل عمومی بتونم برم باشگاه. این پیشرفت خیلی بزرگی خواهد بود. همسرم همیشه بچه‌ها رو این ور اون ور می‌بره، از مهمونی بگیر تا مدرسه و باشگاه‌های مختلف. و اگه من بتونم این کارا رو انجام بدم و جزی از خانواده باشم و کارایی داشته باشم، قدم بزرگی به جلو خواهد بود. نه اینکه فقط برای خودم از یه نقطه به نقطه دیگه حرکت کنم و تمام. برای همین این عالیه. پس اینجا میستیم. بله. هیچ چیزی دور و برمون نیست. اگه بخوام از خودرو برم بیرون، هنوز به سگ راهنما احتیاج دارم. دقیقاً. باید اون عقب باشه. آره، اونقدر باز هست که میشه درو باز کرد. اما ممکنه که کسی، نمیدونم، یه سطل زباله رو سر راه گذاشته باشه یا بیاد سر راه. بنابراین خودرو میگه که باز کردن در ممکنه، که واقعا چیز خوبیه. امروز فناوری و دسترسی پذیری پدیده ای هستند. وقتی در 1991 بیناییم را از دست دادم، جایگاه دسترسی پذیری در فناوری در مقایسه با امروز هیچ بود، اما هنوز جا برای پیشرفت زیاده. اشتباه نکنین، هر روز یه چالشه و قرار نیست راحت بشه، سخته. ولی میدونین که زندگی اگه خیلی راحت بود جالب نمی بود، می بود؟ خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.